جو بایدن روز یکشنبه اعلام کرد از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره‌گیری می‌کند. نیویورک تایمز در این باره نوشت: پرزیدنت بایدن 81 ساله روز یکشنبه از تلاش خود برای انتخاب مجدد، کناره‌گیری و رقابت ریاست جمهوری 2024 را در آشوب فرو برد و بدین ترتیب در مقابل فشار مستمر از جانب نزدیکترین متحدین خود برای کنار رفتن از رقابت تسلیم شد. جو بایدن پس از کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با صدور پیامی حمایت خود را از کاملا هریس، معاون خود به عنوان نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات اعلام کرد و نوشت: پشتیبانی کامل خود را از کاملا هریس به عنوان نامزد امسال ریاست جمهوری حزب اعلام و تایید می‌کنم. کاملا هریس هم نوشت: هدفم به دست آوردن نامزدی ریاست جمهوری حزب و برنده شدن در انتخابات است. من تمام توانم را برای متحد کردن حزب دموکرات به کار می‌گیرم. در حالی که بیل کلینتون و هیلاری کلینتون از نامزدی کاملا هریس حمایت کردند، باراک اوباما پس از کنارگیری بایدن از کاندیداتوری در سایت خود نوشت: در روزهای آینده ما در آب‌های ناشناخته‌ای حرکت خواهیم کرد، اما اطمینان دارم رهبران حزب ما می‌توانند روندی را ایجاد کنند که از آن یک نامزد برجسته بیرون بیاید. شماری از جمهوری‌خواهان برجسته از جمله مایک جانسون، رئیس کنگره آمریکا، و پت فالون، عضو کمیته روابط خارجی کنگره، خواستار استعفای بایدن از ریاست جمهوری شدند و نوشتند: کسی که قادر به خدمت به عنوان فرمانده کل قوا برای 4 سال دیگر نیست، چه دلیلی داریم که باور کنیم او میتواند این کار را برای 4 ماه آینده انجام دهد؟ سایت هیل با ارائه آخرین نظرسنجی های انجام شده توسط مؤسسات مختلف نوشت: در حال حاضر ترامپ دست کم 3% بیشتر از کاملا هریس رأی آورده است.